برنامه نان گل سرخ نگاه میکنید، مجله اجتماعی سیاسی که به زبانهای انگلیسی و فارسی روی کانال جدید پخش میشه. سلام به همگی، امیدوارم حالتون خوب باشه. من مریم نمازیم. من فریبرز پویا هستم. در برنامه این هفته در رابطه با راهی از مذهب صحبت میکنیم. مصاحبه‌ای داریم با دن بارکر از بنیاد رهایی از مذهب. و در ضمن مجموعه ای از موضوعات مختلف دیگه هم باهاتون صحبت خواهیم کرد، من جمله زنان تحت حاکمیت داعش، زندانی سیاسی کارگر، قرارداد اتمی که خب همه دارن روش صحبت میکنن، فتواهای رمضان و در ضمن عکسای واقعا جالبی که از پلوتو به دست ما رسیده. با ما باشید. گسترش مذهب همواره با خشونت، کشتار و پاکسازی قومی عجین بوده است. مذهب صلح و محبت نیست. با وجود همه اصول غیر انسانی مذهب، انسانها همچنین انسانهای مذهبی بیشتر از آنچه مذهب برای آنها قائل است می باشند. خیلی اوقات وقتی در رابطه با اسلام صحبت میشه، خیلی ها میگن خب اسلام پر از مرگ و کشتن و کشتار و ایناست، به همین خاطر پس همه مسلمان هم همونن. ولی اینطوری نیست، به خاطر اینکه اولا خیلی ها بستگی به جغرافیایی که زندگی میکنن یه مذهب میشن یا یه مذهب دیگه. مثلا تو ایران مسلمون میشن، برای مثال توی انگلیس مسیحی میشن. و دوم این که آدم ها خیلی بیشترن از اون چیزی که تو کتابای مذهبیشون درس میدن. دقیقا این دستگاه مذهبی، سازمان مذهبی رو وقتی نگاه کنید، دقیقا همون تعریفی که ازش میشه، خشونت بار، ضد انسانیه، تمام چیزاش ارتجاییه. مردم ولی فرق میکنن، مردم اتفاقی، واقعا اتفاقی به مذهب مذهبی میشن، از به دنیا میان روش مهر میزنن و اینا رو یکسان نگه داشتن به نظر من اشتباه است. در این حال اینکه وقتی زندگی عادی مردم زندگی میکنن و با سازمان مذهبی روبرو میشن، اتوماتیک خودشون از این دور میکنن و یه گریز از مذهب وجود داره و به نظر من این مسئله به نظر کافی بهش توجه نمیشه. 100% یه گریز از مذهب وجود داره و در این حال هم برای خیلی ها، حتی اگر گریزم نکنن، مذهب یه چیز خیلی کناریه، یعنی خیلی مرکز نیست براشون تو زندگیشون. و حتی تو کشورهایی که حکومتاشون هم اسلامیان، هی دارن سعی میکنن مذهب رو بچپونن توی حلق مردم، میبینیم که برای خیلی ها یا کناریه یا یه چیزی که ازش گریز میکنن. دقیقا این بخشی، اون کناری بودنش بخشی از اون سیستم دفاعی و دفاعی مردم خودشون ازش از این دور نگه دارن. و یک موضوع دیگه اینه که تجربه آدم ها، و وقتی آدم صحبت میکنه با کسایی رو که فرض کن کاملا از مذهب بریدن، اون پروسه و تجربه رو که ازش گذاشتن خیلی جالبه و کسایی رو که مهر مذهبی شدن خیلی اینا رو باش اشتراک دارم. این قضیه دقیقا یه مصاحبه داریم با دن بارکر و حرفای خیلی جالبی میزنه، هم از نقش واقعا خشونت بار مذهب در زندگی مردم و در ضمن اینکه مردم چجوری با اون کنار میان و زندگی و خیلی اکثر مردم چجوری زندگی خیلی انسانی دارن در حالی که مذهب یه چیز کاملا متفاوتیه. با ما باشید. Dan Barker, welcome to our program. Since you were a Christian minister, I guess the first question I want to ask you is, Christianity all love and peace as we hear? I was a Christian minister and I used to preach that, and I used to believe that because most Christians are peaceful and loving people. I think most Muslims as individuals, most Jews. But the religion itself uses those words peace and love in a totally different way from what we might understand them. When we talk about peace, we think about let's all get along, let's all tolerate each other, and let's just put aside our differences. But in the Bible, from which the three Abrahamic religions stem, peace was not that kind of a word. Peace was not a bottom-up idea of getting along. Peace was a top-down imperialistic concept.
So the shalom in the Old Testament that the God of the Bible talked about, the shalom was not this warm, fuzzy feeling. Shalom was like the Pax Romana. It was above imposition upon the people. And there are verses in the Bible that talk about that. If you approach a city that God has given you to conquer, offer terms of peace, it says, using the word shalom. But if it doesn't agree to your terms of peace, then you either kill them or turn them into slaves. And then you will have peace on earth, like the Pax Romana. You have peace on earth when you have subjugated all your enemies. So I think it's to their credit that most Bible believers are better than that today. Most Muslims and Jews and Christians are smarter and better than their own book. But their own book is not a book of peace as you and I would understand it. It's really peace, and even Jesus supported his supposed father's ideas, thought that peace was really a term of violence. It was not a term of love and what you and I would call peace. And in a sense, all religions have really expanded through violence, haven't they? Well, yes, of course, the sword. And if you believe the Old Testament Jewish scriptures literally, and of course they cannot have been true, I mean they were exaggerated war stories, but if you believe them like I was supposed to, then it was genocidal, it was ethnic cleansing, it was a huge deity who even boasted in his own commandments, my name is jealous, you should have no other gods beside me, no competition, kind of like a husband who wants to own and control his wife. If you even look at another man, I'm going to burn your eyes out. You know, it was that kind of an attitude. If my chosen people even look at another god or build an image to that god, then they will suffer these horrible consequences. So it's an embarrassing book. It was written by these old patriarchal men who probably had their own sexual identity issues and the control of females. And you read it all through the scripture. You know, Israel is like a prostitute. Israel is like a whore. She's like a wandering woman. They keep comparing the nation to a female, you know, and if she looks at another person, so we need to keep her. We need to, you know, enslave my people into this, you know, this insecurity that your own worth comes from owning some property. And even in the Ten Commandments, you see that. The Tenth Commandment says you should not covet your neighbor's property or cattle or jewels or wife. Doesn't say husband, just says wife. So there's this huge kind of jealous sexual undertone to this whole religious thing. And I even did a debate. I've done some debates with Muslim scholars seven or eight times. And I pointed out to one of the Islamic scholars that I think the whole point of Islam is the control of access to females. That's all it is. It's a patriarchal thing, and the God of the Bible is written by those patriarchal men, and we are stuck with that mindset today, although most Christians and Jews are smarter than those old ancient teachings. In a sense, it's credit to human beings, isn't it, that even though they are labeled a religion from birth, that they are actually a lot better than the books that they say they belong to. Yes, I think you're right, and I think it's important to point out just how much better we are than those books, which means we have to look at those books to see where we have come. So, you know, we're human beings. I was raised in a Christian culture that was pretty much forced on me, like most people are. The single biggest predictor of a person's religion is geography. You know, if you know where somebody's born, you're more likely to guess their religion. So California, Protestant, that was me. And so I thought it was true, and I thought it was... you know how you root for your favorite ball team because they're your, well, my religion is my religion. We have some tribal tendencies to we are on the inside and we are there's outsiders out there who are different from us. And but I grew out of it. I was a true believer. I was true, strong, you know, knocking on doors and preaching and the end of the world and hellfire and all of that and the devil and demons. And I'm embarrassed that I wasn't just going through the motions, I believed it. But if someone like me can think and put it aside and look at it like an outsider and then raise up out of it, then it could happen to other people. What made you question then? I started questioning originally for intellectual reasons. I know some atheists who came out of religion for other reasons, perhaps moral reasons or
social reasons, perhaps. But for me, it was intellectual. I wanted to know if it was true. The motivation that drove me into the ministry is the same motivation that drove me out. I wanted to know what is true. And so it was things like, were Adam and Eve real people? You know, what is the Bible reliable? Is it really a good source of truth? And then later, after the intellectual questions, then I had the moral questions. Well, is this even a good moral book? You know, whether it's true or not. Sometimes you can have a useful fiction. That's what you call a fable or a, you know, a metaphor. It can be a useful fiction. But then after I decided that it was a fiction, I also decided it was not even useful morally. Is that why you have been advocating secularism and working towards it for so long? Well, yes. I think you agree with me that there's very little that's more precious than the freedom to think your own thoughts. From bottom up, we think our own thoughts, not from the top down. And if the government gets involved in thought control, then we don't have that freedom. So our organization fights primarily for that, the First Amendment of our Constitution, which guarantees religious freedom, which means the government is neither for nor against. The government has to be neutral. The government folds its arms and says, you talk among yourselves. And I don't think there's anything more important than working for that principle of freedom of conscience in the world. Thank you very much. برنامه کانال 4 در انگلیس یک فیلمی ساخته به اسم فرار از داعش و در رابطه با زنان یزیدی که روبوده شدن از سوی داعش، 3000 تاشون از یه شهر فقط از سنجار روبوده شدن صحبت میکنه و در ضمن توضیح میده که 4 میلیون زن تحت حاکمیت داعش زندگی میکنه و چقدر زندگی سیاهی دارن. و جالبیه این برنامه اینه که اینو کاملا باز کرده با کسایی که در رفتن، یا اون آقایی رو که در مورد صحبت کردیم هفته برنامه قبلیمون صحبت کردیم که داره کمک میکنه که زنا بیان بیرون، مصاحبه کردن با این زنا و نشون میده چقدر وضعیت واقعا اسفباری رو زنا تحمل میکنن تحت کنترل داعش. و وقتی آزاد میشن داستانایی رو آدم گوش میکنه، قلب آدم واقعا به گریه میاد، آدم نمیتونه خودش کنترل بکنه در مورد این همه فشاری رو که روی داعش میاد و این وضعیت خیلی از زنایی که تحت کنترل داعش هستن. یعنی یه چیزی که برای من خیلی واقعا ناراحت کننده بود، اولا که 80% زنا که توی اون منطقه روبوده شدن بهشون تجاوز شده و واقعا این فیلم یه چیزی هست که هم بربریت جنبش اسلامی و داعش رو نشون میده و در این حال واقعا چقدر آدمای مقاوم، چقدر زنای مقاوم و شجاع وجود دارن و مردانی هم که کمکشون میکنن فرار کنن. واقعا این دوتا رو پیش هم میذاری، یعنی پسترین بخش بشریت و واقعا انسانیت بشریت هم تو این فیلم خوب نمایان میشه. آره، داعش یه سری گروه سایکوپات واقعا روانی مسلح هستن که دولت‌های ارتجایی دارن ازشون چیز میکنن، به جون مردم انداختن. در این حال داستانای انسانی آدم‌ها رو که میشنوه و در این اتفاقی هم که داره میفته در همین لحظه که این 500 زنی که فرض کن از دست داعش در رفتن و ادامه داره، زندگی اون چند میلیون زن دیگه هم که تحت داعش هستن، آدم نمیتونه ساکت بشه در برابر این، نمیتونه یک لحظه احساس راحتی بکنه که این اتفاق داره میفته توی بخشی از دنیا. شبانه روز این بلا داره سر مردم داره میاد و دنیا نمیتونه ساکت باشه. یه چیزایی که برام اصلا فراموش نشدنیه، یکی این بود که یه زنی که نقاب داعش داشت، یعنی سه تا نقاب بپوشن و دوربینش از چشای خودش داشت خیابون رو نشون میداد و چقدر واقعا سخت بود که اصلا این زن بدون کجا باید بره، انقدر تار بود و واقعا اصلا راه رفتن تو خیابونه چقدر باید سخت باشه. و یه صحنه‌ای نشون دادم مثلا یه زنی که قرار بود سنگسار بشه و پدرش اونجا وایستاده و از پدرش بخشش میخواد و پدرش میگه من نمیبخشمت و اونجا سنگسار میشه و این صحنه‌ای واقعا اصلا یاد فراموش نشدنی، میدونین، واقعا واقعا فراموش نشدنی، دردناک، ولی در این حال
کسایی که از اونجا دارن اخبار میفرستن بیرون، آدما رو کمک میکنن. یه صحنه ای هست که یه 34 نفر نجات پیدا میکنن، میان به سوی کردستان و اون یه شخصی که عین اسلامی لباس پوشیده که اینا رو کمک کرده داره برمیگرده که برگرده توی سرزمین داعش و آدمای بیشتری کمک کنه. واقعا اگر بشه این فیلمو ما نشون بدیم، از کانال 4 تقاضا میکنیم که اجازه بدن ما اینو برای شما نشون بدیم، واقعا دیدنیه. ماه رمضان تموم شده و امیدواریم که شما از این وضعیت و فشار و گرمایی که وجود داره جان سالم به در برده باشین. البته توی این مدت ما تو برنامه‌های نان گل سرخ در رابطه با فشارهایی رو که رو مردم بود و فتواهای احمقانه‌ای که در رابطه با قضیه رمضان گفته بودن ما در مورد صحبت کردیم و چندین تا آخریش هم فکر کنم بد نیست که بگیم و این برنامه فتواهای احمقانه رو که داره ما رو خسته میکنه رو در واقع ببندیم. یکی از چیزهایی رو که توی ماه رمضان گفته بودن، فکر کنم توی مراکش گفته بودن، اگه اتوبوس دارین رد میشین یه نفر بهتون بماله توی چیز روزتون باطل نمیشه. اینا چه ربطی به چیز دارن؟ چه ربطی به روزه دارن؟ اینا معلومه که مشکلشون روزه دار بودنه. یعنی خب واقعا خودمونم خسته شدیم، چون همش هرچی میایم روی فتوای احمقانه پیدا کنیم همش روی سکس، همش روی نمیدونم آلات تناسلی زنه دیگه. واقعا فکر کنم بسه. یه مدتی جنبش روانیای اسلامی واقعا فوکسش رو این قضیه است. آره. ولی فکر کنم که این یه چیز دیگه هم اینه که فتوای دیگه گفته بودن که خیلی آره اینا میخوام بگم قبل از که برنامه رو تموم بکنیم، میخوام گفتن که توی چیز توی داعش داریم داعش صحبت میکردیم که باید 4 لایه چیز بپوشن و توی ماه رمضان بیرون نمیتونن بیان. واقعا توحش احمقانه دیوانه ایناست که کاملا ضد مردمه و ضد زندگی عادی مردمه. ما سعی میکنیم که برنامه های این فتواهای احمقانه رو برای مدت ببندیم. آره. فکر کنم دیگه یه خسته شده دست این حرفا. امیدوارم روزهای خوبی داشته باشین در بعد از رمضان. با ما باشین تا ادامه برنامه‌مون. بهنام ابراهیم‌زاده فعال حقوق کودکان به خاطر وضعیت جسمانیش مجبور شدن تحت فشار ببرنش بیمارستان، دوباره سریع قبل از که بهبود پیدا کنه برگردن توی زندان. بهنام ابراهیم‌زاده یکی از چهره‌های سرشناس مقاومت تو زندانه، از چهره‌هایی که توی زندان واقعا مقاومت داره میکنه و بخواد روی اعتقادات خودش وایساده و فکر کنم یه چهره ایه که اعتراض باید بشه به این وضعیتش. من نمیدونم چرا یه فعال کارگری که برای حقوق کارگران و حقوق کودک داره زندگی میکنه باید تو زندان باشه و برای چقدر سالهای بلندی. یعنی تا به حال 5 سال زندان بوده، به 9 سال دیگه هم محکوم شده و واقعا دردناکترین بخش این داستان اینه که یه بچه‌ای داره که سرطان داره و نمیتونه با بچهش باشه در موقعی که واقعا باید با هم باشن. دقیقاً به خاطر هیچ جرمی هم انجام نداده در دنیای واقعی. کسی که از حقوق کارگر دفاع میکنه، از حقوق کودک دفاع میکنه، تو خیلی کشورها قهرمانه، نه تو زندان. دقیقاً. و جالبه که این فعال کارگری رو، فعال حقوق بشری رو در واقع بردن توی زندان توی بخش دارالقرآن. دارالقرآن جاییه که اگه بری نماز بخونی حقوق میده کمتر میکنن، که فکر نمیکنم شامل ایشون باشه. و اهمیت این قضیه اینه که یک عالمه از فعالین سرشناس دنیا اتحادیه کارگری به وضعیت بهنام ابراهیم‌زاده اعتراض کردن و این اعتراض باید گسترش پیدا بکنه. نباید یک کارگری که در رابطه حقوق کارگران و که بخش وسیع از جامعه ایران رو تشکیل میده و داره برای این بهبود این وضعیت داره حرف میزنه، چاش تو زندان نیست. من فقط توی حکومت جمهوری اسلامی و حکومت‌های دیکتاتوریه که یک انسان رو میشه زندان کرد به خاطر واقعا هیچ. دقیقاً. یعنی زیر صفحه ما اطلاعات بیشتری در رابطه با این کیس بهتون میدیم و حتما اگر میتونین اعتراض خودتون رو اعلام کنین و این اعتراض رو بعد ادامه بدین.
بعد از چندین سال توافق هسته‌ای بین ایران، جمهوری اسلامی در واقع و گروه پنجو به اضافه یک به نتیجه رسیده و جمهوری اسلامی عملا توافق کرده و قبول کرده شرط و شروط دولت‌های پنجو به اضافه یک و یک شکست رو خورده. در این حال یک تصویر واقعی رقص مردم توی خیابونا بوده. واقعا خیلی جالب بود به نظر من، یعنی هم که بالاخره واقعا مردم ایران اینجوریان، تحت هر بهانه فقط منتظرم برن تو خیابونا برقصن. و خب واقعا یه چهره خیلی جالبی داد برای من، یعنی خودم میدونم که عملا تاثیر واقعی توی زندگی مردم نخواهد داشت، ولی خب از اون ورم یه فشارهایی خب امکان داره به خاطر همین اینکه تحریم‌های اقتصادی برداشته بشه، بالاخره یه نوع فشارهایی برداشته بشه. و در ضمن به خاطر اینکه جمهوری اسلامی عقب نشینی کرده، یه نوع شکستی هست برای رژیم و این همیشه راه باز میکنه که مردم بتونن بیشتر خواستای خودشون رو اعمال کنن، اعتراض کنن و غیره. آره، با اینکه بارها بارها توی هم تاریخ جامعه ایران نشون داده شده و توی دنیا که دولت‌ها و مذاکراتشون پشت پرده این حرفا نتیجه مثبتی برای زندگی مردم نخواهد داشت. شما اینو نخواهیم دید که مثلا فرض کن زندانی سیاسی توی ایران آزاد بشن، حقوق کارگرا داده بشه، حقوق زنان به رسمیت بشه، در استادیوم‌های ورزشی به روی دخترا و زنا باز بشه، اینا رو نخواهیم دید. و چیزی که ولی چیزیمونه انتظارات جامعه است. جمهوری اسلامی که الان یه قدم عقب رفته و شکست خورده و قبول کرده در واقع اینو، اون انتظار مردم رو توی سطحی در واقع به وجود میاره که جمهوری اسلامی مجبوره این به این مسئله پاسخ بده. ولی از دولت جمهوری اسلامی و حکومت‌هاش چیزی فکر نمی‌کنم بر بیاد. نه، ولی خب همیشه اگر هر بهبودی تو زندگی مردم بوده به خاطر خود مبارزات مردم بوده. یعنی مادر یه هفته پیش در رابطه با مادر سعید صحبت میکردیم که پرسیده بود سعید من کو، و این سوالی بود از بچهش که توی 18 تیر 16 سال پیش ناپدید شد. و این مادر به جمهوری اسلامی گفت شما میرین با همه دنیا صحبت میکنین، بیاین جواب منو بدین. و به نظرم یعنی این یه خواست واقعی خیلی از مردم ایرانه، جواب ما مردم که حقوق مدنی میخوایم، آزادی میخوایم، برابری میخوایم کجاست؟ این جمهوری اسلامی نمیتونه اینو جواب بده. خبر خوب این هفته در رابطه با سفر سفینه فضایی که به رفته پلوتو و عکسای جالبی رو که گرفته و فرستاده. خبر از این بهتر میتونه باشه تو دنیا؟ واقعا خیلی قشنگه. مثلا وقتی فکر میکنیم که برای 9 سال طول کشیده تا برسه به جایی که بتونه از پلوتو عکس بگیره و 3 بیلیون مایل رفته تا برسه به اون نقطه، واقعا عظمت علم و واقعا فکر انسان و واقعا نمونهشه یه نوعی. وقتی عکس میاد از دورترین نقطه منظومه شمسی که میاد و میتونه اینا رو ببینه، آدم واقعا احساس خیلی جالبی رو آدم دست میده. و تو تصویر و اون صحنه‌ای رو که دانشمندها و کارکنان ناسا که این تلاش کرده بودن اینو بفرستن، توی لحظه بعد از این همه کار کرده بودن، چهره اینا رو که میبینی، میبینی که ساینتیست ها و در واقع دانشمند ها اینقدر زیبان، خود اون نشون میده که چقدر بشریت میتونه در واقع کارهای خوبی رو انجام بده. و این تفاوت بین مذهب و چیزه. بله، مثلا مذهب خب یه واقعیت اینه که خیلی بعضی میگن که خب احساس امنیت میکنه آدم، چون دقیقا میدونه نقشش چیه، بعد چیکار کنه، چه و بعدش هم قراره مثلا بره بهشت و همه چی خوب جهنم. و خوبه یا مثل ماهایی که قراره بریم جهنم اکثر مردم. ولی چیزی که هست، علمم خب خیلی چیزاش نامعلومه، به خاطر اینکه باید با مدرک، با تحقیق به نتیجه برسه. و خب اینم نتیجه سالها کار، سالها تحقیق که رسیدیم به یه جایی که میتونیم پلوتو رو از نزدیک ببینیم. دقیقاً فکر کنم جوهر علم شک، تردید، امتحان، بازشناسی، بازشناختی و زیبایی بشر رو در واقع میشه تو همین قضیه دید. و این خبر خوبه این هفته ما بود و امیدوارم که شما هم
از این خبر و همون قدری که ما خوشحال شدیم شما هم خوشحال شده باشین. سوال این هفته از یکی از بینندگان ماست و سوال این بود که چرا نمیشه از اسلامیایی که میگن ضد تروریست هستن ازشون دفاع نکرد؟ اینا به اصطلاح اسلامیای خوبن در مقابل اسلامیای تروریست. ما اینو تو ایران هم داشتیم، این جناح و اون جناح، از این ستون تا اون ستون. واقعیت اینه که ماشین و دستگاه و صنعت مذهب اسلامی، اون چیزی رو که ما به عنوان ماشین اسلامی می‌شناسیم، بخش تروریست داره، بخش دپارتمان تولید داره، بخش میدیا داره، بخش آزمایش، اینا همشون جزء یه سیستم هستن. نمیشه اینا رو از هم جدا کرد. من نمیدونم چطوری میشه اونا جدا، اینا رو از هم جدا کرد. اینا به نظر من یکی هستن. بعد جدا از این اینه که این اسلامیایی که توی غرب فعالیت میکنن خیلی یاد گرفتن که دو زبانه حرف بزنن. میدونین مثلا میگن که ما علیه تروریسمیم ولی علیه جهاد نیستن، برای مثال. و منظورشون از تروریسم کشتن انسان‌های بیگناهه، ولی از نظر اونا خب خیلی از مردمی که دارن کشته میشن بیگناه نیستن. دقیقاً. یه بخش دیگه هم اینه که تولید این ایده که دو جناح وجود داره، از این بخش خوبه و بخش بعد تروریست یا جنایت اسلامی دفاع بکنیم، یه بخش سیاست‌های دولتی اروپایی به خاطر اینکه میخوان با اینا سازش بکنن، به خاطر اینکه میخواد با جمهوری اسلامی سازش بکنه، به خاطر اینکه میخواد با دولت عربستان سعودی سازش بکنه، میخواد داعش رو کنترل بکنه. نتیجه این سیاست اینطوریه. ولی واقعا هیچ بخش از اینا، چه جمهوری اسلامیش، چه بخش مسلحش، چه بخش غیر مسلحش، زندگی مردم رو بهبود نمیدن. و این فکر کنم پاسخ ریزنبل و جالبه که میشه به این منطقی داد. و یه واقعیت اینه که میدونین به نظرم برای خیلی چیزی که من به این دوست گفتم اینه که شما فقط پس میسین که نگران تروریسمی هستین که اگر توی دریاچه بغل تونس باشین این اتفاق براتون بیاد، ولی مثلا خیلی اوقات قوانین خود شهر یا اعدامایی که صورت میکنه اینم یه نوع تروریسم علیه مردم اون کشور، ولی اینا رو به عنوان تروریسم حساب نمیکنن. به هر حال فکر کنم رسیدیم به پایان برنامه‌مون. امیدوارم از این برنامه خوشتون اومده باشه. ما یه برنامه دیگه داریم هفته آینده و بعد یک ماه تعطیلیم که یه مقدار بذاریم هممون یه استراحتی کنیم و سعی کنیم با ایده‌های بهتر، برنامه بهتری در سپتامبر بیایم خدمت شما. با این با پایان برنامه‌مون اعلام می‌کنیم و امیدواریم تو هفته آینده روز و شب خوبی داشتیم. از طرف من و مریم نمازی و رضا مرادی تا هفته آینده. بای. Hi, I'm Mariam Namazi. And I'm Faribos Puya. We're hosting a program called Bread and Roses. It's a weekly program that's broadcast in Persian and English in the Middle East and North Africa, primarily Iran as well. And it's also shown on YouTube internationally. And we've been doing this since last May. We're coming up to our year's anniversary. And yeah. We've had quite a lot of fun making these videos. We discuss taboo-breaking, free-thinking ideas. The Islamic regime of Iran has called us immoral and corrupt. And that's why you need to support us. We are and the alternative voice in Middle East and North Africa. Of corruption and immorality. So do support us. Here's a short video from Patreon that explains how you can help us with even just $1 a week. That's nothing. Support us. Patreon lets fans become patrons of their favorite artists and content creators. It's different than Kickstarter because it's not about one big project that requires lots of funding. It's more for bloggers or YouTubers or webcomics, anyone who creates on a regular basis. Here's how it works. When you become a patron, you're agreeing to give an artist a tip of an amount you set every time they release a piece of content, whether it's a new song, a video, or a recipe. You can set a monthly maximum to make sure that you're always within your budget. Choose an amount, enter your payment information, and you're done. Becoming a patron allows you to view and post in the artist's stream, and in exchange for your support, artists offer additional patron packages, which might include monthly Google Hangouts, music production tutorials, pre-sale concert tickets, or anything they can offer as a way to say thanks. Patreon, empowering a new generation of content creators. Thank you.